Inna وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بِنَامِ اللَّهِ بَخْشَنْدَيْ مِهْرْبَانِ أَلِفْ لَامْ مِيمْ أَلِفْ لَامْ مِيمْ أَحَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ آیا مردم پنداشتند که چون بگویند ایمان آوردیم به حال خود رها می شوند و مورد آزمایش قرار نمی گیرند؟ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ و به راستی کسانی را که پیش از آنان بودند نیز آزمودیم تا الله راستگویان و دروغگویان را معلوم دارد. ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا ساء ما يحكمون آیا کسانی که اعمال ناشایست انجام می‌دهند گمان کردند که می‌توانند ما را ناتوان سازند و از عذاب ما بگریزند؟ چه بد داوری می‌کنند. من کان یرجو لقاء الله فإن اجل الله لآت وهو السميع العليم هر کس به دیدار الله امید دارد بداند که بی تردید وعده الله خواهد آمد و او شنوای داناست و من جاهد فإنما یجاهد لنفسه إن الله لغنی عن العالمین و هر کس در راه حق بکوشد به سود خیش کوشیده است بی گمان الله از جهانیان بی‌نیاز است. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سیئاتهم ولنجزینهم احسن الذی كانوا یعملون و کسانی که ایمان آورده اند و کارهای شایسته انجام داده اند قطعاً گناهانشان را می‌زداییم و آنان را به بهتر از آنچه کرده اند پاداش می‌دهیم. و وصینا الانسان بوالدیه حسنا و این جاهداك لتشرك بی ما لیس لك به علم فلا تطعهما إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ و به انسان سفارش کردیم که به پدر و مادرش نیکی نماید و گفتیم که اگر آن دو کوشیدند تا چیزی را که تو به آن علم نداری شریک من قرار دهی پس از ایشان اطاعت نکن بازگشت شما به سوی من است آنگاه شما را از حقیقت آنچه انجام می‌دادید آگاه خواهم کرد. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحین و کسانی که ایمان آورده اند و کارهای شایسته انجام داده اند البته آنان را در زمره شایستگان در می‌آوریم. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا
في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. و برخی از مردم میگویند به الله ایمان آورده ایم، اما هنگامی که در راه الله آزار میبینند، آزار کافران را همچون عذاب الله به شمار میآورند. و اگر از سوی پروردگارت پیروزی و گشایشی پیش آید، حتما میگویند بیگمان ما نیز با شما همراه بودیم. آیا الله به آنچه در دلهای جهانیان است داناتر نیست؟ وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. و بی تردید الله کسانی را که ایمان آورده اند می شناسد و یقینا منافقان را نیز می شناسد. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. و کسانی که کافر شدند به کسانی که ایمان آوردند می گفتند از راه ما پیروی کنید و حتما ما گناهانتان را بر عهده می گیریم، ولی آنان هرگز چیزی از گناهان ایشان را بر عهده نخواهند گرفت، بیگمان آنان دروغگو هستند. وليحملن اثقالهم و اثقالا مع اثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. و بی تردید بار سنگین گناه خود و بارهای سنگین گناه پیروانشان را همراه بار سنگین خود به دوش خواهند کشید و یقینا در روز قیامت در مورد دروغهایی که می بافتند بازخواست خواهند شد. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. و ما نوح را به سوی قومش فرستادیم، پس او 950 سال در میان آنان بود، آنگاه طوفان سهمگین آنان را فرو گرفت در حالی که ستمکار و کافر بودند. فانجیناه و اصحاب السفینه و جعلناها آیه للعالمین. سپس ما نوح و سرنشینان کشتی را نجات دادیم و آن کشتی را نشانه عبرتی برای جهانیان قرار دادیم. و ابراهیم اذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خیر لكم ان كنتم تعلمون. و یاد کن از ابراهیم آنگاه که به قومش گفت الله را بپرستید و از او پروا کنید که اگر بدانید این کار برای شما بهتر است. انما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون افكا ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون. شما به جای الله فقط بت‌هایی از سنگ و چوب را می پرستید و با پرستش آنها به الله دروغ می بندید. در حقیقت کسانی را که شما به جای الله می پرستید اختیار روزی شما را ندارند، پس نعمت و روزی را تنها از پیشگاه الله طلب کنید
و او را بپرستید و شکر او را به جای آورید که به سوی او بازگردانده می شوید. و این تکذبو فقد کذب امم من قبلكم و ما علی الرسول الا البلاغ المبین. و ای مشرکان، اگر شما محمد را دروغگو بدانید عجیب نیست، به راستی که برخی از امتهای پیش از شما نیز پیامبران الهی را تکذیب کردند و جز تبلیغ آشکار چیزی بر عهده پیامبر نیست. اولم یرو کیف یبدئ الله الخلق ثم یعیده این ذلك علی الله یسیر. آیا ندیدند که الله چگونه آفرینش را آغاز می کند سپس آن را پس از مرگش باز می گرداند؟ بی تردید این کار برای الله آسان است. قل سیغو فی الارض فانظرو کیف بدأ الخلق ثم الله ینشئ النشأة الآخرة ان الله على كل شيء قدير. ای پیامبر بگو در زمین گردش کنید و بنگرید که الله چگونه آفرینش را آغاز کرد، پس به همین صورت نیز جهان دیگر را پدید می آورد. بی گمان الله بر هر کاری تواناست. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. او هر که را بخواهد عذاب می کند و به هر که بخواهد رحمت می آورد و همگی به سویش بازگردانده می شوید. و ما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر. شما هرگز نمی توانید نه در زمین و نه در آسمان او را به سطوح آورید و جز الله هیچ کارساز و یاوری ندارید. والذین کفروا بآیات الله ولقائه اولئک یئسوا من رحمتی و اولئک لهم عذاب الیم. و کسانی که به آیات الله و دیدار او کافر شدند، آنانند که از رحمت من مأیوسند و برایشان عذاب دردناکی در پیش است. فما کان جواب قومه الا ان قالوا قتلوه او حرقوه فانجاه الله من النار ان فی ذلك لآیات لقوم یؤمنون. آنگاه جواب قوم ابراهیم جز این نبود که گفتند او را بکشید یا بسوزانید، ولی الله وی را از آتش نجات داد. بیگمان در این نجات یافتن برای گروهی که ایمان می آورند نشانه هایی برای عبرت است. وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. و ابراهیم گفت شما به جای الله بت‌هایی برای خود برگزیده اید که مایه دوستی و محبت میان شما در زندگی دنیا باشد، آنگاه در روز قیامت منکر یکدیگر می شوید و همدیگر را لعنت می کنید و جایگاهتان آتش است و هیچ یاوری نخواهید داشت. فآمن له لوط و قال اینی مهاجر الى ربی اینه هو العزیز الحکیم.
پس لوط به او ایمان آورد و ابراهیم گفت من به سوی پروردگارم به سرزمین شام هجرت می کنم، بیگمان او شکست ناپذیر حکیم است. و وهبنا له اسحاق و یعقوب و جعلنا فی ذریته النبوة والکتاب و آتیناه اجره فی الدنیا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. و اسحاق و یعقوب را به او بخشیدیم و در میان فرزندانش نبوت و کتاب آسمانی قرار دادیم و پاداشش را در این دنیا دادیم و بی تردید او در آخرت از شایستگان خواهد بود. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ. و یاد کن از لوط آنگاه که به قومش گفت بی گمان کار بسیار زشتی را انجام می دهید که پیش از شما هیچ یک از جهانیان انجام نداده است. اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرُ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اِتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ. با مردان میامیزید و به قصد تجاوز به مسافران راه را میبندید و در مجالس خود مرتکب اعمال ناپسند میشوید؟ پاسخ قومش جزی نبود که گفتند اگر راست میگویی عذاب الهی را پیش آور. قال رب انصرنی علی القوم المفسدین. لوط گفت پروردگارا مرا در برابر تبهکاران یاری کن. ولما جاءت رسلنا ابراهیم بالبشرا قالوا انا مهلكو اهل هذه القريه ان اهلها كانوا ظالمين. و هنگامی که فرستادگان ما به ابراهیم بشارت تولد فرزند دادند به او گفتند بی تردید ما ساکنان شهر سدوم را نابود خواهیم کرد زیرا اهل آنجا ستمکارند. قال این فیها لوطا قالوا نحن اعلم بمن فیها لننجینه و اهله إلا امرأته كانت من الغابرين. ابراهیم گفت لوط نیز در آنجاست. فرشتگان گفتند ما بهتر می‌دانیم چه کسانی در آنجا هستند. یقینا او و خانواده‌اش را نجات خواهیم داد مگر همسرش که از باز ماندگان در عذاب خواهد بود. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. و چون فرستادگان ما نزد لوط آمدند از تصور بیشرمی قومش نسبت به آنان نگران و دلتنگ شد و فرشتگان گفتند نترس و اندوهگین نباش ما تو و خانوادت را حتما نجات خواهیم داد مگر همسرت که از بازماندگان در عذاب خواهد بود. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ما بر ساکنان این شهر به خاطر آنکه نافرمانی و گناه کرده اند عذابی از آسمان فرود می آوریم. وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ.
و به راستی ما از آن شهر ویران شده برای آنان که می اندیشند نشانه و عبرت آشکاری باقی گذاشتیم. و الى مدین اخاهم شعیبا فقال یا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. و به سوی ساکنان مدین برادرشان شعیب را فرستادیم. او گفت ای قوم من، الله را بپرستید و به روز باز پسین امیدوار باشید و در زمین به فساد و تباهی نکوشید. فکذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. ولی او را تکذیب کردند و زلزله آنان را فرا گرفت، پس در خانه های خود به روی افتادند و هلاک شدند. و عاد و ثمود و قد تبین لكم من مساکنهم و زین لهم الشیطان اعمالهم فصدهم عن السبیل و كانوا مستبصرین. و قوم عاد و ثمود را نیز هلاک کردیم و یقیناً برخی از خانه‌های ویران شده آنان برای شما نمایان است. شیطان اعمال آنان را در نظرشان بیاراست و آنان را از راه راست باز داشت، در حالی که نسبت به حق و باطل بینا بودند. و قارون و فرعون و هامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. و قارون و فرعون و هامان را نیز هلاک کردیم و به راستی موسی با دلایل روشن نزد آنان آمد، پس آنان در سرزمین مصر سرکشی کردند ولی از عذاب الهی پیشی نگرفتند و راه فرار نداشتند. فَكُلًا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضِ ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. آنگاه هر یک از آنان را به کیفر گناهشان عذاب کردیم، پس بر برخی از آنان طوفان شن فرستادیم و برخی دیگر را بانگ مرگ بار فرو گرفت و برخی را در زمین فرو بردیم و برخی را غرق کردیم. الله هرگز به آنان ستم نکرد، بلکه آنان خود به خویشتن ستم می کردند. مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. مثل کسانی که به جای الله دوستانی از سنگ و چوب برای خود برگزیده اند همچون مثل عنکبوت است که خانه‌ای بی دوام برای خود برگزیده است، و بی گمان سوسترین خانه ها خانه عنکبوت است. اگر مشرکان این حقیقت را می دانستند بت‌ها را به پرستش نمی گرفتند. ان الله یعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. یقینا الله هر آنچه را که به جای او به پرستش می خوانند می داند و او شکست ناپذیر حکیم است. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. اینها مثل هایی است که برای مردم میزنیم، اما جز دانایان کسی آنها را در نمییابد. خلق الله السماوات والأرض بالحق
إن في ذلك لآية للمؤمنين. الله آسمان ها و زمین را به حق آفرید، بیگمان در این خلقت نشانه ای از قدرت الهی برای مؤمنان است. اتل ما اوحی الیك من الكتاب و اقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون. ای پیامبر، آنچه را از قرآن بر تو وحی شده است تلاوت کن و نماز برپا دار. بیگمان نماز انسان را از گناه و بدکاری باز می دارد و البته یاد الله از هر کاری بالاتر است و الله می داند که چه می کنید. ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي انزل الينا وانزل اليكم والهنا والهكم واحد ونحن له مسلمون. و با اهل کتاب جز به بهترین شیوه بحث و مناظره نکنید مگر کسانی از آنان که ستم کردند، و بگویید ما به تمام آنچه از سوی الله بر ما و شما نازل شده ایمان آورده ایم و معبود ما و شما یکی است و ما تسلیم فرمان او هستیم. وكذلك انزلنا اليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. و این گونه کتاب قرآن را بر تو نازل کردیم، پس کسانی که به آنان کتاب آسمانی دادیم نیز به آن ایمان می آورند و از همین گروه مشرکان نیز کسانی هستند که به آن ایمان می آورند و آیات ما را جز کافران انکار نمی کنند. و ما کنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بیمینک اذا لغتاب المبطلون. و پیش از نزول قرآن تو هرگز هیچ کتابی نمی‌خواندی و با دست خود چیزی نمی‌نوشتی، وگرنه باطل‌اندیشان درباره قرآن قطعاً تردید می‌کردند. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون. بلکه قرآن آیات روشنی است که در سینه دانشوران مؤمن جای دارد و جز ستمکاران مشرک کسی آیات ما را انکار نمی کند. و قالوا لولا انزل علیه آیات من ربه قل انما الآیات عند الله و انما انا نذیر. مشرکان گفتند چرا معجزاتی از سوی پروردگارش بر او نازل نشده است؟ ای پیامبر بگو معجزات نزد الله است و به فرمان او نازل می شود و من فقط بیم دهنده ای آشکارم. اولم یکفهم انا انزلنا علیک الكتاب یتلا علیهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. آیا برایشان کافی نیست که ما قرآن را بر تو نازل کردیم که پیوسته بر آنان خوانده می شود؟ بیگمان در این قرآن برای اهل ایمان رحمت و پند است. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. بگو همین بس که الله میان من و شما گواه است، او آنچه را که در آسمان ها و زمین است می داند و کسانی که به باطل گرویده و به الله کافر شدند اینان زیانکاران واقعی هستند. و یستعجلونك بالعذاب ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. و مشرکان به شتاب از تو درخواست عذاب می کنند و اگر موعد مقرری تعیین نشده بود یقیناً عذاب الهی به سراغ آنان می آمد و سرانجام در حالی که غافلند ناگهان به سراغشان خواهد آمد. يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. و مشرکان به شتاب از تو درخواست عذاب می کنند و بیگمان جهنم به کافران احاطه دارد. يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. روزی که عذاب آنان را از بالای سر و زیر پایشان در بر می‌گیرد و الله به آنان می‌فرماید کیفر آنچرا انجام می‌دادید بچشید. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. ای بندگان من که ایمان آورده اید، بیگمان زمین من گسترده است، پس برای رهایی از فشار مشرکان هجرت کنید و تنها مرا بپرستید. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. هر جانداری طعم مرگ را می چشد، آنگاه به سوی ما بازگردانده می شوید. والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدین فيها نعم اجر العاملین. و کسانی که ایمان آورده اند و کارهای شایسته انجام داده اند قطعا آنان را در غرفه هایی از بهشت جای می دهیم که جویبارها از زیر آن جاری است، جاودانه در آن خواهند ماند. چه نیکوست پاداش عمل کنندگان. الذین صبروا وعلی ربهم یتوکلون. همان کسانی که شکیبایی ورزیدند و تنها بر پروردگارشان توکل می کنند. و کأین من دابت لا تحمل رزقها الله یرزقها و ایاکم و هو السمیع العلیم. و چه بسیار جاندارانی که نمی توانند روزی خود را حمل یا ذخیره کنند، الله به آنها و شما روزی می‌دهد و او شنوای داناست. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنا يؤفكون. و اگر از مشرکان بپرسی چه کسی آسمان‌ها و زمین را آفریده و خورشید و ماه را به خدمت انسان گماشته است، مسلماً میگویند الله، پس چگونه از حق منحرف میشوند؟ الله یبسط الرزق لمن یشاء من عباده و یقدر له ان الله بكل شيء عليم. الله نعمت و روزی را بر هر کس که بخواهد گسترده می‌دارد و یا تنگ می‌گیرد. بیگمان الله به هر چیزی داناست
ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون. و اگر از مشرکان بپرسی چه کسی از آسمان باران فرستاد و به وسیله آن زمین را پس از خشکی و خزانش زنده کرد، مسلماً میگویند الله. بگو حمد و ستایش مخصوص الله است، بلکه بیشترشان این نشانه ها را در نمییابند. و ما هذه الحیات الدنیا الا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. و این زندگی دنیا چیزی جز سرگرمی و بازیچه نیست و بی تردید زندگی حقیقی در سرای آخرت همان است، اگر می دانستند به دنیا دل بسته نبودند. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. هنگامی که مشرکان در کشتی سوار می شوند، الله را با اخلاص می خوانند، اما چون آنان را به خشکی می رساند و از خطر غرق شدن می رهاند، باز شرک می ورزند. لیکفروا بما آتیناهم ولیتمتعوا فسوف یعلمون. چنین می کنند تا نسبت به نعمتهایی که به ایشان داده ایم ناسپاسی کنند و از لذتهای زندگی دنیا بهرمند باشند، پس به زودی عاقبت دردناکشان را خواهند دانست. اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا و یتخطف الناس من حولهم افبالباطل یؤمنون و بنعمت الله یکفرون. آیا آنان ندیده اند در حالی که مردم پیرامونشان گرفتار قتل و غارت بوده و مورد دست برد قرار می گیرند، ما حرم امنی برای مردم مکه قرار داده ایم؟ آیا باز هم به بت‌های باطل ایمان می آورند و نعمت الله را ناسپاسی می کنند؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِلْكَافِرِينَ. و کیست ستمکارتر از آن که بر الله دروغ می‌بندد یا کلام حق را که به او رسیده است دروغ می‌شمارد؟ آیا جایگاه کافران در جهنم نیست؟ والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وان الله لمع المحسنین. و کسانی که در راه خوشنودی ما کوشش کنند قطعا به راه‌های خیش هدایتشان می‌کنیم و بیگمان الله با نیکوکاران است. إنها